از اعلام استقلال کشور 101 سال گذشته است. زمان طولانی اما پر از فراز و نشیب. رویداد مهم و تاریخی که مردم توقع داشتند پس از آن امنیت، ثبات و اقتصاد در کشوری غریب افغانستان رو به بهبود رفته و زندگی در فضای آرام و بدور از جنگ سپری شود. اما اکنون پس از 101 سال هنوز هم امنیت برای مردم آرزوی بیش نیست و اقتصاد و سیاست نیز وضعیت خوبی ندارد. وضعیت نابسامانی که مردم را نسبت به استقلال و حاکمیت ملی بی‌باور ساخته است. فعلاً هم در افغانستان کشورهای غربی آمده و کشورهای آمریکا آمده و هر تصمیمی که گرفته میشه در داخل افغانستان بر اساس مشورت با آنها و بر اساس نظریات آنها گرفته میشه. ما متاسفانه از این قسمت استقلال کامل نداره. سیاسی قشتل ده حاکم و یا حاکم ده هغه شخصی ګټه تلمړی تو برکوي هیواد او خپل ولست د دې تلمړی تو نه ورکوي خپل شخصی ګټه غوی تلمړی تو نیولې زکه خو خپل وکیل لاس ورکړي دا په لاس کې نه نیولې. ما می خوایم که کانی استقلال افغانستان در یک فضای صلح و امن تجلیل شوه و مردم افغانستان هر چی زودتر به صلح سرتاسری برسن و گفتگوهای بین الافغانی هر چی زودتر آغاز شوه. از سوی هم شمار از آگاهان می گویند با آنکه یک قرن از استقلال کشور گذشته اما حضور خارجی ها نشان می دهد که تا هنوز از استقلال واقعی خبری نیست. مردم افغانستان نتوانستند که استقلال و آزادی خود را بعد از سال 1919 و شکلی که شاید و باید لازم بود و ایجاب می کرد تجربه بکنند. برخی ها ما نسبت به حضور خارجی ها در افغانستان دیدگاه متفاوت تری دارند و باور آنان این نیروها نه برای نقض استقلال افغانستان بلکه برای حمایت از کشور در امر مبارزه با تروریسم حضور دارند. حضور قوتهای خارجی به هیچ وجه ناقص استقلال نیست، اما ما زمان به نقض استقلال مواجه میشیم که خود کفایت نداشته باشیم. یعنی دولت ملی کفایت برنامه ریزی امنیتی، برنامه ریزی سیاسی، برنامه ریزی اقتصادی، استقلالیت در برنامه ریزی را نداشته باشد. حالا دیده شود جشن استقلال همزمان با گفتگوهای صلح نتیجهش چه خواهد شد؟ آیا باز هم مردم در سالهای آینده جشن استقلال را زیر بیرق سرنگ در فضای صلح‌آمیز تجلیل خواهند کرد یا خیر؟ این را گذر زمان پاسخ می‌دهد.